سلام، وقت همه شما بخیر. آرزو میکنم جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم برنامه نمبر طلایی و من حمید حبیب‌زاده با همکار خیلی نازنینم، نامش برتان نمیگیرم، شما کلتان بشناسین، با چهره با صدا و سیمایش آشنا هستین. دو ساعت مهمان خانه هایتان میشیم و جوایز گوناگون برای شما هدیه میکنیم، اما یک شرط داره. بریم به صفحه پیام موبایلتان یک نوشته بکنین و 499 ارسال بکنین. اگر ارسال کردین، این همه جوایز از آن شما هست. فقط با پیام ارسال نموده، البته با یک پیام میتونین که جوایز گوناگون از آن خود بسازین. من تنها نیستم، همکار بسیار نازنینم کرشمه عزیزی هست با ما. بیا کرشمه جان، که حتی کرشمه که نباشه زبانم ترق پرق میکنه. سلام بر تمامی شما عزیزای دل که منتظر بودین تا برنامه نمبر طلایی آغاز شد و ببینیم کی ها برنده میشن امشب، چون در هفته گذشته هم که برنده داشتیم ما در برنامه، اونا رو در کنار خود می داشته باشیم و همینجوری گفتن که زبان ترق ترق میکنه ولی زبان گوشت زیر توان نگاه خود دام هست. وقتی می ما احساس می کنم که پارتنر ما اومد، کسی که ما رو تمویل کننده است به حساب گردانندگی در برنامه نمبر طلایی، که وقتی ما خود به خود دیگه انرژی میگیرم. میگه ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم. معلم عزیز روزت مبارک. فردا روز معلم است. به همه معلمین عزیز این روز مبارک باد میگیم و آرزوی عزیزت داریم که معاش معلمین ما بالا بره و همیشه با تو سربلند باشن. استادای بزرگواره که ما را تدریس کردن و درس دادن به اینجا رساندن، از همینجا یک سلام برشون تقدیم میکنیم. آرزو میکنیم که بله همیشه جور و سرمند باشن. ولی من هم بنابرای خود تبریک میگم به تمام معلمین عزیز و آرزومند هستم همیشه همونطور موفق و سربلند باشن. همین معلم های خیلی نازنین و دوزاشتنی ما هستن که همچه شاگردای دارن مثل ما که حال تقدیم میکنیم برنامه مختلف ها و دیگر ها و آرزومند هستم تمام البته محصلین یا هم کسایی که متعلم هستن احترام زیاد معلم های خود داشته باشن، چون معلم کسی است که همیشه راهنمایی میکنه ما را برای خوب و تدریس میکنه تا ما بتونیم جای به خود پیدا کنیم و همین معلم است که همچو شاگردای می داشته باشه که موفق و همیشه بالاش افتخار میکنه. شکرشمه جان، در دوران مکتب به دیگر هم در دوران مکتب خودت شوق بودی یا عاجز؟ آرام بودم، نه به ای که خدای نخواسته تنبل باشم، اما آرامی را خیلی دوست داشتم و از شاگردای شوخ نبودیم. کدام مضمون خیلی دلسردت می ساخت وقتی که استاد می آمد می گفتی والا کاش که امروز نمی آمدم نه این استاد؟ وقتی که استاد می آمد خودم از صنف می برآمد، او ریاضی بود که معلم ریاضی من شاید فعلا نرده اون شام کنم برشان سلام میگم و روز معلم از صمیم قلب همیشون تبریک میگم، اما واقعا به مضمون ریاضی بعضی اوقات من صنف میبرم اومدم، اما در روز امتحاناتش خوب بودم. خب اینا یگان نقل خود نمیگرفتم مگر من تجربه خود حل میکرد. بله بله بدون شکی خب هویداست از استعدادتان معلوم دارست و ما قبول داریم. ولی حال هم استادای خیلی نازنین دارم، برشون از صمیم قلب تبریک میگم روز معلمه و انشالله که فردا میبینمشون، ولی باز هم از طریق شبکه جهانی تلویزیون خورشید برشون تبریک میگم بدون شک. و این دینه بر ما منداختی استادای عزیز، روز تا مبارک، فردا در پنتون بار چیز نگه با اون دلیل گفتیم فردا نشد فراموش ما کرده بودیم. خب حال هم کسانی که در هفته گذشته برنده بودن سه اشتراک خیلی خوب ما و فکر کنم که یک دختر خانم خیلی زیبا همچنان برنده بودن که بجایش نیفهم که تشریف آورده، اما فعلا دعوتشان میکنیم روی سیج تا جوایزی که از آنشان شده تسلیمشان همچنان شود. پس دعوتشان میکنیم اشتراکنده عزیز، بیاین روی استیج نمبر طلایی و باید ما و کشما اونجا تبدیل بکنیم. بله به خاطر سیب طلا باید تبدیل شو. السلام علیکم، وقت شما بخیر، سلام بر شما، شب شما بخیر، سلام بر شما، خوش آمدید. بفرمایید استاد شوین، خدا معرفی بکنین و بگوین که خب در ابتدا مایک پیش کسی که هست اونا دیگه خدا معرفی میکنن. بفرمایین سلام، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. سلام احترامات خدا کم بالا بگیرین مایک تقدیم میکنم. علیکم السلام، تشکر میکنم دیگه بسیار خوش شدم. خب برنامه دارین، برنامه سن ما با یک پیام برنده شدیم. واو، شما خودتون پیام ارسال کرده بودین؟ خانم پیام ارسال کرده بودن. بسیار خوب، دیگه باز برنامه‌ندگی شما آمدید. کدام جایزه سمتون شده؟ سیت طلا شده. سیت طلا، بسیار خوب.
من میگم چطور در ابتدا شما صحبت کردی به خاطر سید طلا بوده. تشکر. خب تبریکشان میگیم چون خودشان دیگه حتما تشریف آوردن نتونستن ولی حتما شما رو تماشا میکنن. تشکر. پس تبریک اونا هم و شما هم پیام ارسال کردین. یا خیر سلامت باشین خانم ماما اومدن. بسیار خوب. بسیار هستن اینجا. ولی اجازه فامیلی نداشت که دیگه از ظاهر شده پرده و این خاطر. تبریکش باشه. سلامت. چقدر خوشبخت هستین با یک پیام سید طلا را از آن خود کرد؟ بله بله با یک پیام سید طلا را از آن اینال خودت باید یک سید طلا برش بخری به خاطر از اینکه یک قسم خانم خوش تاله از آن خود بله با یک پیام اینال دیگه هم خود پیام ارسال کن که دیگهش از تشکر قبلا ما خریدیم برشان دیگه یکی برشان برامده شانسشان برامده این بار شما پیام ارسال کنین تا شما بتونین یک سیت طلای کلانه بزرگتر که در قسمت است از آن تان شوه و تسلیم تان همچنان شوه که به خانم خیلی عزیزتان توپه بته. خوبی هم تبریک تان باشه و از طرف ما به خانم محترم تان همچنان تبریک همیشه به پای هم پیر شوین. شما زنده باشین و مایی که بته به دوست عزیز ما سلام شبت بخیر. سلام شب خوش آمدی صفا آوردی و ای عزیزی است که هفته گذشته برنده شده بود اما با تاسف که نتونستن بیاین اما در این هفته حضور پیدا کردن. کجا بودین اسم مبارکتون و برنده کدام جایزه شدین؟ محمد ضیا هستم ولایت کم بالا بگی محمد ضیا هستم ولایت ایراد به تماس شدم. اشتاینی برار چطوری خوبی؟ جان من تو جوره؟ شکر خوب هستم برادر جان. قربان شما. خب کدام جایزه رو برنده شدین؟ ما برنده سیت طلای شدیم. به شک اینه کرشمه جان بیار دیگه آورده بر اساس سیت طلا. شما تشکر از این برنامه زیبا شما برنامه خوبی هست. مثال کردین برادر یا هم از خانوادگیتون کس دیگه؟ خودم ارسال کردم. خب ایره به کی میتونی سیت طلا؟ برای مادر جان. خب به مادر جان. بله تو هم زوج نکردی؟ نه طلا. ما میگم یعنی اگر ازدواج میکردن میفتن به خان سر خود توفه بازم مادر. اما مادران عزیز آنقدر مهربان هستن که هر قدر برشان ما هر چیزی کنیم باز هم کم است بدون شک. پس همیشه باید ما احترام پدر مادر خود داشته باشیم و همیشه صدق دل دوستشان داشته باشیم و مادر هم باز دوباره مطمئنم که به خانم شما ای رتمن توفه میتن. بله نگاه میکنم. بله نگاه میکنم. تشکر از برنامه سلام شما. ولی نگفته نباید من که دهی هفته کسی که موتورسیکل برنده شد اونا تشریف آوردن نتونستن اما ارزو من سیم در هفته آینده با خود داشته باشیم و آجی صاحب خوش آمدید. سلام به شما و تمام همکاران شما. قربان شما. یک پیام روان کردیم برنده یخچال شد. بیشک با یک پیام یکم بالا بگی امی مایی که اینه میخواستم با یک پیام با یک پیام سابق هم روان میکردی؟ روان میکردم دفته یک پیام. بیشک اینه یک پیام برنده یخچال شما هم پیام رسال بکنین با یک پیام امی زندگی چطور است؟ چانس زندگی چطور است؟ چانس خوب بود که برام است. بی شک است. بی شک نیست. بعد از این بازم بخیر روان میکنی؟ بله ها. همینجور اگر چی هوا سرد شده ولی بازم روان کردیم. با کار میاد دیگه بعد زمستان هم بعضی خود بعضی انتخاب میگیرن هم استفاده میکنن. شما چطور سی اونجا سر در زمستان یخچال بند میکنین یک جای میگذارین یا استفاده میکنین؟ روشن است از ما بار زمستان خلاص گفت تمام غذا خراب میشه با این خاطر باید یخچال باشه. تبریکتون باشه همیشه موفق باشین باشین سلامت باشین تا بتونین پیام روان کردیم خدا مهربان است. کدام جایزه رو میخواین که از آن تان شبه باز پیام ارسال کردیم؟ که باشد موتر باشه یک میلیون باشه یک آپارتمان باشه اگه یک میلیون باشه موتر باشه خوبتر است با دیگه ایش خوبتر است. بسیار سپاسداری میکنم از شما و یک هموطن عزیز ما که موتورسایکل برنده شده بودن در هفته گذشته تشریف آورده نتونستن ولی تماس تهیه کننده خیلی عزیز ما را جواب نمیتن که آخر شماریش 403 هست. شما جواب بدین تا تشریف بیارین موتورسایکلتون که از تون شده تسلیم تون همچنان شده اگر نی باز همینجون تسلیم میشه میگه دیگه که اونا نمیخواین من باید بگیرم. اینی گپت خوب است گرش مکنم. اگر نامدن تهیه کننده بسیار عزیز متوجه باش که میشه موتورسیکل برای ما تسلیم کنی. ما هم میریم یک وقفه میگیریم پس دوباره زود زود برمیگردیم. همه ایتا
هستم، باز هم خوش آمدین، آرزومند هستم که تا پایینی برنامه را همراهی کنین و تنها نگذارین. کسانی که برندش دادن در هفته گذشته جایزه که از آنشان شد تسلیمشان همچنان شد که خودتان تماشا کردین. دیگه انشالله کسانی که در این هفته پیام ارسال کردن میبینیم که کیها برنده میشن. و آرزومند از این همچنان هستم که از طریق این ماشین ها هنگامی که قرعه‌کشی میشه یا هم قرعه‌کشی صورت میگیره بتونیم برنده داشته باشیم، که انشالله برنده خواهیم داشت اگر پیام ارسال کرده باشم، و اگر نه باز هم امو کلمه رو باید استفاده خواهیم کرد که متاسفانه پیام ارسال نکردن. ولی نمیخوایم که امشب متاسفانه باشم، میخوایم بگوییم که خوشبختان اینا پیام ارسال کردن تا توانستن بهترین جوایز از آن خود بسازن. فیلان هم بله، در این لحظات برنامه باز هم میخوایم که فضا را که تغییر بدیم و یک هنرمند بسیار عزیز را دعوت میکنیم که آهنگ بسیار زیبای خود اجرا بکنن. در جریان آهنگ شما هم برین تلفن‌هایتون رو بردارین، یک نوشته بکنین به صفحه پیام موبایلتون و با 499 ارسال بکنین که هفته آینده به خیر شما هم یک برنده باشین و یکی از جوایز ما را از آن خود بسازین. و حالا رامین امین میاد بر ما هنرنمایی میکنن. سر گپم استادیم، گپم دوتا نمیشه، ایره خود گپ فهمیدیم که یعنی باشی تو باشی نباشی هیچ کس نباشه. ولی آرزومند هستم که عمل کردم تو باشه. فعلا سلام رامین جان، خوش آمدین. بالاخره موفقانه آهنگ را که ما همیشه میدیدیم، دیدن ما شاید کم دیدیم ولی شنیدن خیلی زیاد شنیدیم. دیگه ما با آرزومندی بودیم که آواز خانش گرد بالاخره ما ببینمشون. دیگه رامین جان هست اینجا و سوالتون می داشته باشه. زنده باشین، ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دو گردانده بسیار موفق برنامه نمبر طلای تلویزیون خورشید. قربانت، تشکر می کنم از اینکه کوچک نوازی کردین، مرا دعوت کردین در برنامه‌تون، و همچنان می خوایم که سرخی کمرای تلویزیون خورشید روز معلمه و تمام معلمای عزیز ما، استادای عزیز ما و مخصوصا به پدر جان خودم که 31 سال میشن که استاد هستن، به اونا تبریک میگم. خیلی خوب، ممنون از طرف ما هم برش تبریک و از تمام استادای عزیز که ما را می لحظه بینازن تبریک باشه. ولی قسمت دیگه آهنگام بود همی جان. چی بود؟ زیر کاسه نیم کاسه دیگه چی بود؟ حال به گپ رسیدم. حال به گپ رسیدم، این که به کدام گپ رسیدن رامین جان؟ حتما میخواییم بفهمیم. فعلا یک وقفه کوتاه زود برگشت، ما رو همراهی کنین و تنها نگذاریم. هموطنان نازنینم، باز هم به ادامه برنامه نمبر طلایی خوش آمدین، جایی که میتونه شما را به آرزوهایتان برسانه اگر شما پیام ارسال بکنین. پس برین به صفحه پیام موبایلتان، یک نوشته بکنین و به 499 ارسال بکنین. و حالا ما قرعه‌کشی داریم به خاطر لپتاپ، آیپد و موبایل که بسیار زیاد قیمتی است و با نمایه میبینیم کد سی رقمی را میبینیم که کدام هموطن نازنین ما پیام ارسال کردن، آیا برنده ای از این جایزه میشن یا خیر؟ کد سی رقمی یا چهار رقمی همینجا؟ چهار رقمی. خب خیر، صفرش حساب نکردی از بعد بدون صفر. خب فعلا هم صفر 774. من جواب سوال بپرسین فعلا دیگه، چون طریقی بله. ماشینا رو برشون نشون دادین. زیر کاسه نیم کاسه گفتین رامین جان، کدام نیم کاسه است؟ خب البته منظور شاعر تشبیه کردن به دیگه چیزا اصلا یک ضرب المثل و یک چیز است. یعنی بیا خواهی بودم؟ یکان نخیر نه، یکان چیز پت می باشد، یکان چیز پسان خبر می شود. بازی را نمیتونستی رامین بگویی که نه مثلا این موضوع را پت کرده می شیر، اما شایر می گفتی که زیر کاسه نیم کاسه نه، ما ایران ما نیم که این موضوع به خودت بر نخورم. نه خواهش میکنم، متاسفانه که شایرش نمیفهم که تال زنده هستن یا نیستن. ای آهنگ که اولین بار خودتان سرودن یا کسیگه هم سرودن؟ امورا میخواستم که بگویم براتان که ای آهنگ برای بار اول و ای جان صابری بله آهنگ خوانده بودن، و چون ما از شروعی که ما موسیقی شروع کردیم علاقمند آهنگ بودم و خواستم که اینو بازخوانی کنم که به نسل‌های دیگه هم تبارز پیدا کنه. یعنی خودتون چندمین آوازخوان هستین که بازخوانی کردین؟ گفتم این دومین. بله من میگم آشنا بود این مطلب هست، میگه که یک کسی کار میکنه میگه برای کدام گپ هست، کدام کاسه زیر نیم کاسه، کاسه زیر نیم کاسه، یک شک دارن بالاخره.
فامیدین دیگه حالا هم میریم سراغ قرعه‌کشی و اولین قرعه‌کشی با یک کامپیوتر آی 5 موبایل است. میبینیم کی برنده میشن. بفرمایید بیا رامجان همراه با حمید جان قرعه‌کشی را انجام بدیم و برو به اون طرف استاده شو و من باید می کد تکمیل بسازم کرشما جان. بله خب کسانی که دوزارین که بزرگترین جوایز یا هم جوایز مختلفه برنامه نمبر طولگی از آنتون شما میتونید به صفحه پیام موبایلتون رفته یک نوشته و 499 ارسال کنید. هر پیام شما 30 افغانی از این نداره و در بدل 30 افغانی میتونید که جوایز مختلف برنامه نمبر طولگی را از آن خود بسازید، چون تمام جوایزی که در برنامه نمبر طولگی است صرف و صرف از شما است و این برنامه در خدمت شما است، چون این برنامه به شما ساخته شده و در بدل یک پیام میتونید که هر آن جوایز برنامه است از آن خود بسازین. باره هم حمید جان دیگه آغاز میکنن. بسم الله و دکمه را فشار میکنن. میبینیم اولین عدد که انتخاب میشه کدام عدد است. بیا توکل به خدا ببینیم که این هموطن نازنین ما اگر پیام ارسال کردن برنده این سه جایزه انشالله شون. و رامین جان آغاز میکنیم ببینیم که کدام عدد انتخاب میشه و ببینیم که عدد دلخواه رامین چی است. کدام عدد عدد دلخواهت است و برات خوشبختی آورده؟ عدد دلخواه من همیشه تاق بوده. تاق مثلا کدام عدد؟ سه، شش، نه شش، نو. خواه همین تمام عدد های تاق دیگه دلخواه خودت هست. یعنی سه، بله. پنج، هفت، نو. ببینیم کدامش انتخاب میشم. آها از این پنج انتخاب شد. این انتخاب خیلی خوب است والا همیشان اینال چانس و انتخاب خودت خیلی عالی است. رامین پیام ارسال کردی در برنامه ما؟ بله اگر دروگوی نشم هر هفته خوری در چند هفته در میان یکی دو پیام حتما روان میکنم. کدام جایزه رو میخواین آسان تون شوه؟ من همیشه از خداوند زیاد خواستم، امیدوار هستم که یا آپارتمان باشه یا موتر. موتر همیشه زیاد خواستین؟ چطور بوده؟ زیاد آسان تون شده یعنی نصیب تون شده یا کم؟ بله چرا نه؟ توکل امید شیطان است. ما همیشه باید امید داشته باشیم. بدون شک دنیا با امید خورده شده. موتر بسیار مقبول زیبا قشنگ که انشاءالله که از آن شما شه. این صفر است. باز هم ایسا چی گفتم میتونیم؟ صفر. صفر. این دیگه نه تاک هست. خب مقصد اگر پس اگر کسی که اسمس کده بود باز از آن جایزه شد مجبور است همراه من نیم کنه دیگه باز. بدون شک بدون شک عزیز کمیل اصلا بیننده ما هستی. دایی یک قرعه‌کشی خطمان کامپیوتر آیپد موبایل است. کدام شبه خودتون بتا؟ کامپیوتر آیپد موبایل. آیپدش بهتر است. آیپدش بهتر است. چیزایش هست. خدا میره بود بفرمایید اینجا. خب خودت پیام ارسال کو بخیر. بخیر. اضافه کو یک سه دونه. ان شاء الله. یکم خرچه کو از جیبت که ان شاء الله برنده موتر 0 کیلومتر که با رنگ بسیار زیبا مقبول. بخیر بخیر. رنگ عاشقی است از آن خودت چوه و شما هم مدان نازنین کمیل از بیننده ما هستین. بس به پیام موبایلتون برین یک نوشته بکنین و با 499 ارسال بکنین که برنده جوایز گوناگون نمبر طلایی شوین و حالا ببینیم که کدام عدد انتخاب شده. بله فعلا ها کدام عدد است؟ نو یا شش؟ اگر تو بانیم نو اگر تو بانیم شش علامت داره؟ بله این علامت داره زیر نو عدد یک خط است. عدد های تاقم همیشه خوش کردیم. خیلی خوب پس خوشبخت خوشحالی هستید. خب رامین جان به ما میگن که چقدر مدت چقدر وقت شده که شما به موسیقی رو آوردین و چطور خواستین که اگه آوازخوان خیلی خوب باشین؟ خب به مدت 13 سال است. 13 سال؟ بله که موسیقی کار میکنم. در مدت 13 سال شما چند آهنگ چند کلیپ دارید؟ گرد این است که 13 سال ما 9 سال شد درس خواندیم، یعنی درس موسیقی را مختیم. خیلی خوب پیش استادای مختلف که یعنی در 9 سال با شما کار هنری نمیشه؟ نه خیلی هیچ بالا استیج نبودم. باش که دیشان بگیریم ادامه شود دو. بله دوم. و بعد از اینکه از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان فارغ شدم باز شروع کردم به نواختن کیبورد و 7 سال کیبورد نواختم یا کمتر. بعد از اینکه تجربه آوازخوانی رو پیدا کردم باز کوشش کردم که شروع کنم آواز. چند آهنگ دارین؟ برای فعلا 7 هفت. در مدت چند سال؟ در مدت از سال 2014 به این طرف. سال 2014 6 سال میشه که 5 سال میشه 6 سال میشه. نه ماشاءالله در ریاضی همین جان در دوره مکتب 7 سال میشه 6 سال میشه قرار میشه. بازم تاق است. بازم عدد پنجم انتخاب شد کرشما جان بیشتر دوم بود و حالا عدد پنجم انتخاب شده. رامین جان بیشتر کدام هنرمند میشنوین؟ همه هنرمندان را میشنوم. من زیادتر سبک پاپ خوش دارم و زیادتر فراد جان دریا رو میشنم. فراد دریا. آیا میشه یک آهنگی از فراد دریا را برای ما زمزمه بکنید؟
آها چرا نه؟ اما گپ در اینجاست که امی یک نمره دیگه برای خوب استاد عزیز مسلمت کرد. حتماً فعلا میبینیم ببینیم که کدام عدد انتخاب میشه. بعدن رامین جان بخیر. بله رامین جان برای ما یک زمزمه بسیار زیبا می داشته باشه. این هم تحفه است از طرف رامین برای شما عزیزی که بیننده ما هستین. پنج. باز هم عدد پنجم انتخاب شد و شماره تکمیل شد. ما یک بار شماره رو بخونم. شماره به خانش بگیرین ولی از طریق سیستم چک میشه. بعدن باز زمزمه رامین جان می داشته باشه. بفرمایید همینجوری. 0 77 450 925 5. فعلا میبینیم دیگه از طریق سیستم چک میشه. با هم یک تماشا میکنیم که اینا پیام ارسال کردن یا خیر. پیام ارسال کرده باشن یک کامپیوتر آیپد موبایل از آنشان میشه، اگر نه یک کامپیوتر آیپد موبایل از دست میتن. ولی ما طبق وعده ای کردیم یا هم گفتیم امشب نمیخوایم متاسفانه بگوییم، چون ما باور داریم شما پیام ارسال کردین. اگر پیام ارسال نکرده باشین دیگه این بار ما متاسفانه نمیگیم، باید خودتون بگوییم. بله و یک شخص خوششانس و خوشتاله هم پرکشی را انجام دادن. بله. که رامین جان از چند عدد را که دخواب کردن، یعنی اگر از آنشان میشد گفتن آیپد باید بایم فنین حاله که اگر اینا برنده نشن باید چی از آنتان شود؟ اگر باید خمشاریکی کنین یا نه؟ حتما شما برشان یک توفه بتین. باس مواد رو از کجا پیدا کنیم؟ مجبوری نمبر رو بگیرم زنگ بزنم. همین زمزمه تون بر اونا توفه. شما را از طریق سیستم چک شد؟ چک شد. اینا شماری شما شما بیرین باز خیر شما برشون یک توفه بودین که ما متاثر نشن. زمزمه زیبا شما را. بله. بیایی دل کنم نزد لقایت، بگردانم بسر درد و بلای تا، درد و بلای میان پرده های چشمان تماشا خانه سازم برای تا، سازم برای تا. واو خیلی زیبا، چقدر مقبول. بعض اوقات همی تار و خست و خاشاک و آدم نمیمونه، صدای دایرکتر مبره. خب بسیار زیبا زمزمه کردین، واقعا که سلامت. عالی. و فراد دریام هنرمند دلها هست، واقعا ما هم دوستش دارم و آهنگایش هم میشنم. و در این قسمت کرشمه میگه که چی گپ است. بله در این قسمت ما البته در بخش جایز فرقاده هم ویژه میبینیم کدام هموطن ما یک یخچال خیلی زیبا که در اینجا هست رنگ سفید یا هم رنگ کریمی داره، از آن کدام هموطن ما میشه. در نمایه شماریشون رو با هم یک جو تماشا میکنیم. بارزمه هستم همیشه همونطور موفق باشن. حالا هم شماریشون رو در نمایه میبینیم. و در این قسمت است که رامین جان 100% ما برنده میداشته باشیم و برنده رو جایزه رو کرشمه جان گفت که یک پایه یخچال است. خودم نباشم ببینیم خدا میرمانه بدون شک که برنده رو در روی استیج داشته باشیم. باز تبدیل خونه میشه جایزه کنم تبدیل اصلا نه امکان نداره، چون من جایزه خوره کش میشه او از آن شما میشه. ما گفتیم یخچال داریم میشه که یک چیز دیگر اینجا برم. خب به نظر خودت یخچال داریم در میجمع ازی جوایز کدام جایزه را افزود بکنیم؟ در بین از یا بله یعنی چیز که ضرورت جوان ها بیشتر است، چون میفهم این هم ضرورت جوان هاست. اما باز هم همه چیز هست، چیزهایی که هست اینجا همشان به درتان میخوره. اما چیزهایی که فکر میکنم اگر بتونین که بایسکل هم اضافه کنین خوب تر است. انشالله که ما اضافه میکنیم. اما بود در گذاشته ها ما بایسکل داشتیم، اما چون طرفدار زیاد نداشته که به این دلیل ما دور ساختیم. آنه بخاطر از این گفتم که بسیاری از جوان هاست اگر موتورسکل هم برسان برای ای خرچ مصرف تیل از زیر داره ما دیگه رامین جان دایی زمستان نه بایسکل با در نخورن. خیلی از اگر یک چند تا بخاری باشه خوبتر است. انشالله که ما در بخاری زمستان بخاری می داشته باشیم. دو هفته آینده دیگه بخاری هم می باشه. بخاری هم که اگر مود روز باشه اگر جنجالش کمتر باشه. آله هم آیستا شماره رو به تکمیل شدن است و همین جان به خانش بگیره. اما اینا 100% برنده هستن. میبینیم 0 787 172 771 شماره هموطن ماست که برنده یخچال شدن که هفته بعد انشالله ما با خود میداشته باشیم. و همچنان تهیه کننده ما کوشش میکنه که همراهشون تماس برقرار بسازه. ببینیم که
شمارشون رخ میکنه نمیکنه؟ خب قبل از اینکه تماس با وصل شوه یک وقفی کوتاه داریم، زود زود برمیگردیم. ما رو همراهی کنین، تنها نگذارین، چون خوراکشی تا فعلا هم باقی است. سلام به عزیزانی که امی لحظه با برنامه ما پیوستن و برنده یخچال تماسش رخ کرده، ما همراهشون هم کلام بشیم، ببینیم که کدام هموطن ما هستن و از کجا پیام ارسال کردن و برنده یخچال شدن. بله، میبینیم کدام هموطن ما هستن و چند پیام ارسال کردن. بله سلام. بله سلام، میشنوین صدای ما رو داری؟ متاسفانه تماشا خط شد، نتونستیم همراهشون هم کلام شیم، ولی همکارای عزیز ما همراهشون هم کلام میشن و ان شاءالله که هفته آینده می داشته باشیم ایشون بخواد. بازم تلاش میکنیم که بله اگر شود تماس ما باشه شود همراهشون صحبت بکنیم. صدای کرشمر شنیدن، تلفن قطع کردن. ترسیدم نه خدا نکنه قدرا و صدای دلخراش ندارم. نه صدایتون بخاطر از این گذارم خیلی مقبول بود کمی شمید من بزمزمت ترای کنم، یعنی با این مناس همین یه فرار میکنم. نه نه خیر، صدایتون خیلی مقبول است. نه دیگه من را گیدیه گرفتن. نه نه گیدیه تماس وصل شد. باش بگ الو بگم الو سلام دیدی کرشمت سلام برادر عزیز، شبتون بخیر، اسمتون چی است، از کجا پیام ارسال کردین و چند پیام ارسال کردین؟ بله برادر سلام علیکم، سلام عرض ادب. جلال الدین هستم از قلعه قاضی از نایه 13 و تمام شده. چند پیام ارسال کردی عزیزم که برنده یخچال شدی؟ برادر عزیز دو پیام ارسال کردم. باش که من یخچال تا نشان بدم، این یخچال مربوط خودت است عزیزم، انشالله هفته بعد بیاد اگه که یخچال تا ببر. چی یخچال مقبول و زیبا و صفر کیلومتر که اصلا ده این تا حال چیزه مونده نشده. باز اینا رو کرشمه میکرد من امید دایی آب ماب مونده نه نمونده میت من ایده بودم میره ما میگم چطور این چیزش گذاشته نشده و چون هموطن عزیز خیلی زیاد با این برادر عزیز ما تماس میگیرن و مکنون هم آوازش در گوش ما میایه، اوقات خوب خوش خدا نگهدار، میتونین صحبتاتون همراه همکارای عزیز ما ادامه بتونین را به شما میگه شما چی وقت میتونین تشریف بیارین به شبکه جهانی تلویزیون خورشید و هفته آینده ان شاءالله شما رو با خود میداشته باشیم. واله هم خوراکشی با یک سیت طلا که زیادتر از خانم‌ها طرفدار سیت طلا هستن، واقعا همچنان طرفدارش هستن به این دلیله که به خانم‌های خود تحفه بدن. پس به هر دو صورت به همه ضرورت هست باید همگی حاصل کنن یک سیت طلا را. همون سیت طلایی که در اون قسمت هست می‌بینیم از آن کدام هموطن ما میشه. در ابتدا کد چهار رقمی در نمایه تماشا می‌کنیم بدون شک و بعدن خوراکشی در همه ماشین صورت می‌گیره و می‌بینیم که آیا اینا برای همیشه یا خیر. ما همراه رامین انجام میده و آرزو میکنیم که هموطن نازنین ما پیام ارسال کرده باشن و برنده ای سیت طلای بسیار مقبول و قیمتی شن و توفیق الله را به عزیز خود، به خانم خود، به مادر خود تحفه بدن انشاءالله. فعلا هم 0799 انتخاب شد. بفرمایید رامین جان، شما میتونین دکمه را فشار بدین و من شما را به خانش میگیرم. و ابتدا باید کد چهار رقمی تکمیل شه، بعدن خوراکشی انجام میشه و آرزو میکنیم که هموطن نازنین ما پیام ارسال کرده باشه و برنده سیت طلای ما شوه. و شما هموطنان نازنین که امیل حسب بیننده ما هستین، برین به صفحه پیام موبایلتان یک نوشته بکنین و 499 ارسال بکنین که جوایز گوناگون برنامه نمبر طلایی را از آن خود بسازین. بله و فعلا هم کد مخابراتی تکمیل شد. بفرمایید دکمه را فشار کن، اول دکمه سرخ بعدن دکمه سبز. بله در کنارش که دکمه دیگه است هم فشار بدیم میبینیم. فعلا میبینیم اولین عدد که انتخاب میشه کدام عدد است که از ماشین انتخاب خواهد شد و ما هم در اینجا میگذاریم. میبینیم عدد تاق است یا همجفت که رامین جان گفتن عدد تاق خیلی ها دوست دارن و طرفدار عددهای تاق هستن. بله. و ما هم تماشا میکنیم. بله رامین جان ماشاءالله امشب خیلی خوش است و این دلیله که شما عددهای مورد علاقه انتخاب میشه. بله و باز هم میشه رامین جان دکمه رو فشار بدین ببینیم عدد بعدی کدام عدد که انتخاب میشه. رامین جان در اینستیتوت موسیقی بله. که شما درس خواندین بیشتر کدام مضامین درس میتن، آلات موسیقی رو درس میتن یا هنرنمایی و هنرمندی رو درس میتن چی گونه؟ خب در کل مکتب موسیقی تایمش از صبح تا دیگر است
از صبح تا ساعت 12 مضامین عمومی است، مثل دری و فیزیک ریاضی. بعد از صرف تمام چاشت باز میرن مضامین مسلکیشان است که مضامین آلات شناسی است، تاریخچه موسیقی است، سلفج است یعنی آوازخوانی، تمرین های آوازخوانی، کمپوزیتوری است. میگم مضامین نام خدا زیاد است. خب یعنی مضامین مختلف است، ولی اگر کسی بخواد درمو وسط دیگه رها کنه بعد از صنف 9 یا 10 بازور چی گفتم میتونین؟ او صنف 9 ده و نظر به کوشش خودش است اصلا. یعنی نه بالاخره او یک نوازنده خوب میشه، آیا با مکتب دولتی رفته میتونه یا خیر؟ چرا نمیتونه، نظر به شب خودش است، هرگاهی خواست میتونه که اونجا رها کنه بره در سایه دیگه. بازی سه پارچه میشه یا موتور؟ نه چهار پارچه میشه. یعنی نه، از اینجا میام اینجا نزدور شد. همیشه در مکاتب مثلا کسی یک مکتب به مکتب دیگه آدم میره مطمئنن که سه پارچه میکنن میره. بله با یومی قسم هستن؟ تای مراحل میشه، بله بعد از اون میرن دیگه. گپ کرشما جان کسی که خواسته باشه بعد از اینکه میتونم از امین عمومی خودم بخونه و در پالیش. خب اینم گفتم میتونه رامین جان وقتی که فارغ میشه کسی از اینستیتوت موسیقی باز دپنتون چطور رشته دلخواه خود خوانده میتونه یا هم دمی رشته میتونه پیش رفت؟ بله من در پالی از اینکه فارغ شدم از مکتب من رشته اداره و تجارت ادامه دادم، او را به پایان رساندم. یعنی در پالی از اون میتونم، چون موسیقی یک شوقم بود، میخواستم شوق، اما هیچگاه موسیقی را مسلک خود قرار ندادیم. خیلی خوب، شوقم بود، در پالی از اون درس هم خواندیم. پس میخوایم از خود این را بپرسیم که چقدر تفاوت در ایست که مکتب دولتی بخونیم و تا موسیقی خواندن چقدر تفاوت داره به نظر خودتان، چون خودتان موسیقی خواندین و در انستیتوت موسیقی تحصیلاتتون ادامه دادین، چطور بوده؟ خیلی مشکل بوده یا هم خیلی ساده؟ خب خوبی انستیتوت موسیقی افغانستانی است که پیش از اینا که شامل شوند یک کورس سه ماهه دارن از طرف زمستان. در طول سه ماه اونا شاگرد چک میکنن که آیا این آدم میتونه موسیقی را پیش بره یا میتونه یک نوازنده خوب یا هنرمند خوب شه. بعد از سه ماه به اونا میگن اگر تواناییش داشت برش میگن که تو میتونی یک هنرمند خوب شوی، یک نوازنده خوب شوی، اگر نمیشد باز آزادانه میگنش که بهتر است که خودت بری بهتر است که در مکتب خود باشی، ضروری نیست. نه غیر از اون، چون انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تنها مضامین موسیقی نیست، از صبح تا ساعت 12 بجه 5 ساعت یا 6 ساعت درسی هست، عموما دری، فیزیک، ریاضی، ساینس، کیمیا، همه اینا هست. بعد از اینکه 12 بجه میشن برای تامخانه میرن نانه که خوردن، بعد از اون مضامین موسیقیشان شروع میشه. یعنی تایم درسی خیلی زیاد است. بله واقعا دشوار یعنی خاص ما که خیلی نالایق. خب قرقشی ادامه میدیم که شما جان اول نمبر بگم کار دشواری است، یاد گرفتن موسیقی هم کار ساده نبوده. والا هر کس هر رشته که میخواد بفرمایید، رشته دلخواهش که میباشه دمو میتونه دمو عرصه خیلی ها پیشرفتای زیاد از آن شوه و او وابسته به ایست که چقدر یک نفر میتونه کوشش کنه. ولو که هر کار باشه، کار هیچ وقت کوچک نمیباشه. همین ما انسان ها هستیم که اگر یک برنامه باشه، بخصوص ما مثال میتیم یک برنامه را، اگر یک برنامه باشه او را ما کوچک فکر کنیم، ای به این معنی است که ما خود ما کوچک هستیم. ما باید کوشش کنیم که یک برنامه خورده باید بزرگ بسازیم. برنامه بزرگ طبعا که بزرگ است، او هیچ وقت نمیشه کوچک ساخت، پس همیشه باید برنامه کوچک یا هم برنامه خورده بزرگ ساخت تا همه بینندهش باشه. و فعلا هم عدد صفر انتخاب شد و بفرمایید واسه هم دکمه رو فشار بدین ببینیم که کدام عدد انتخاب میشه. ما با توی وطندار، ما با توی. بله بله ان شاء الله خودتون با ما هستین. خب رامین جان، جان شما مسلکی خواندین موسیقی را؟ بله. تعریف شما از هنر چی است؟ از هنر موسیقی؟ بله. خب هنر موسیقی تعریف های گوناگون داره، اما اون تعریفی که ما خواندیم و درسشه، علم موسیقی هنر بیان احساسات درونی انسان توسط اصوات است. بدون شک. واو. بازم طاق است. عالی عالی، بازم عدد طاق انتخاب شد. بله. و کسی که مسلکی بخونه موسیقی را و میتونه از مو درون از دل برای شما آواز بخونه. بله. جالبی که شما میتونین هم بنوازین هم بخونین و کمپوز هم میسازین یا نمیسازین؟ کمپوز یکی از آهنگای به نام زندگانی هست، اگر وقت بود باز میخونم. اونا کمپوز از خودم است. بسیار که کوشش کردیم که کمپوز بسیار خرد جور کنم اما از خودم باشه. خیلی خیلی خوب، ماشاءالله واقعا که استعداد خیلی خوبی دارین و کوشش کردین، ماشاءالله
خوب هم درخشیدین. عدد 9 انتخاب شد. حمید جان اشاره خیلی خوب کرد که اگر تا ما نتونیم تحصیل کنیم چطور میتونیم که همیشه موفق باشیم. اگر یک نفر در عمق همو گپ برک یعنی یک رشته را انتخاب میکنه، اگر درست نخونه اصلا نمیتونه درست بیان هم کنه، اگر وقتی میخونه درست بیان میکنه این به این معنی است که چیزای خیلی زیاد آموخته. و فعلا هم میبینیم آخرین عدده که این شما را تکمیل میسازه و این هموطن ایست ما آیا او سی طولای بسیار زیبا و مقبول برنده میشه یا خیر، منتظرش هستیم. فعلا هم دکمه را فشار بکنیم تا ببینیم کدام عدد انتخاب میشه. رامین جان دوست داری که بیشتر آواز بخوانی و او شاد باشه، غزل باشه، آرام باشه، کدام سبک بیشتر دوست داری که امو سبک تقدیم بکنیم؟ خب ما بیشترم گفتم عرض کردم که ما سبک پاپ خوش دارم. آها. و چون هر کشور تنها یک نوع موسیقی نمی داشته باشه، که بگیم که مثال افغانستان یک ملک مشرقی هست و هرمونیا و رباب و طبل و دول است، یعنی هر کشور موسیقی های گوناگون خود داره و چون دوچار مشکلات همه ما و شما هستیم، کشور ما ای باید دربارش تصمیم گرفته شود، برش پالیسی های جور شود که بتانیم سبک های دیگه موسیقی افغانستان هم غیر از موسیقی اصیل افغانی معرفی کنیم به دنیای دیگه، که افغانستان نه تنها موسیقی شرق یعنی موسیقی محلی، بلکه موسیقی های پاپ، راک، میتالیک همش هستن، یعنی توانایی هایش دارن. بله، وانقدر صحبت ها رامین جان شیرین بود که من محو صحبت هاشون شدم و ایره فراموش کردم که عدد 8 است یا 7 7 گفتم ولی 8 انتخاب شده. حالا هم میریم سراغ نمایه با هم یک جو تماشا میکنیم، میبینیم که اینا پیام ارسال کردن یا خیر که یک سی طول از آنشون میشه یا هم از دست میتن. میبینیم نمایه را با هم و از طریق سیستم چک میشه این شماره و جایی است که ما باز هم آرزو میکنیم که یه مدر ما پایم ارسال کرده باشن تا برنده سیت طلایی بسیار مقبول و زیبا شون. اگر پیام ارسال نکردین و شماره تان هم میبینین بروی صفحه تلویزیون خورشید، پس به هفته بعدش پیام ارسال بکنین که برنده یکی از جایزه های ما شوین و افسوس نکشین. انشالله آرزومند هستیم که همه ایتون پیام ارسال کنین و موفق باشین. رامین جان اینه بگوین که کسایی که آماتوری میخوانن تا کسایی که مسلکی آموختن چقدر تفاوت خودتان میبینین؟ چون زیادتر از هموطنان ما هستن، زیادتر از آوازخوانه خیلی موفق ما هستن که آماتوری میخوانن نه مسلکی. بله. و خدر زیاد چون دوست دارن، شوق علاقهشون است، باید آوازخوان شون. چقدر فرق میبینین و باید چقدر کوشش کنن که مسلکی بیاموزن؟ احمد ظاهر هنرمند محبوب افغانستان ما نه تنها در افغانستان بلکه شناخته شده تمام جهان. بله. کسی بودن که آماتور میخواندن. آماتور به نظر من اونا فقط اشخاصی هستن که موسیقی در فطرتشان یعنی در استعدادشان یعنی در خونشان هست، استعداد خدایی استعدادش دارن. اما هستن کسی چون موسیقی تنها به گفتار نیست، خیلی کسی که میاموزن استعدادش ندارن که اونو میاموزن؟ نه حتما اونا علاقهش خدا دارن، یعنی تواناییش دارن. رامی جان اگر علاقهش داشته باشیم و پشت کار داشته باشیم خودم میتونیم برسانیم. حتما حتما. اما هدفی که تعیین کردیم موسیقی، موسیقی کاری است، هنری است که هیچ کس، دانشمندای بزرگ داشتیم مثل ابوالحسینای بلخی یا بعضی دیگر، بله تمام علم رو به اتمام رساندن، اما موسیقی هیچگاه ختم نمیشه. من تا فعلا هم شاگرد هستم، درس میگیرم و گپ از اینجاست که موسیقی کار عمل است. بله. مکتب موسیقی هم جایی هست که شما را راه را نشان میده. این حال شما که دلتان امرای موتورسیکل میرین، امرای موتر میرین، امرای ریل میرین. مقصد تکر میرین. معذر را که رفتم نشد. نه مقصد تکر میرین. راه بود. نه. خب یک شوخی ما میخوایم برنامه خیلی جدی پیش نره. جالب باشه. یک کمه ها جالب باشه، یک لبخند بر لب باشه. اینی اگر ما بخوایم که همونطور سمون بکمون در اینجا ساد باشیم فقط بگوین که بله فعلا وقفه. ولی رامین جان میرن یک چای هم تو گرم نوش جان میکنن در یوای سر و انسان ها که با ما میباشن باز هم چای شده. همی جان گفته که به نظر همی جان چای سیاره خیلی دوست دارن. فعلا هم یک وقفه کوتاه زود زود برگشت ما رو همراهی کنیم. هموطنان نازنین خوش آمدین به ادامه برنامه ما نمبر طلایی و حالا ما قرعه‌کشی داریم به خاطر موتورسایکل بسیار زیبا
قشنگ مقبول که رنگ بسیار زیبا داره و حالا به نمایه کد 4 رقمی را تماشا میکنیم. بعدا ما و کرشمه ای قرکشی را انجام میتیم و امو گپ پیشتر ما ای کاش که نباشه در گپای ما و ای هموطن ما پیام ارسال کرده باشن. بله فعلا هم کد 4 رقمی بعدا باز از طریق یکی از ماشینا قرکشی صورت میگیره و میبینیم که اینا برنده میشن یا خیر. و قسم کلمی جان گفتن دیگه نمیخوایم این کلمه رو بار بار استفاده کنیم، به می دلیل میخوایم که بگیم اینا برنده هستن. ولی اگر در صورت که شما پیام ارسال کرده باشین 0781 خوب است که این دایرکتر برنامه است، یعنی ما خودت خوب هیچ مارا دیگه ایش نبودی او بوده بود. نه واقعا اسیب جان همیشه همونطور خوش باشی و فعلا از این ماشین از این ماشین قراکشی را انجام میتیم. خودت خواهی اگران وقت شوخی میکنی، مگر من به شوخی نگفتم، من به جدی گفتم. اسیب جان مریض است، خداوند شفای عاجل نصیبش بکنه. وضعیتش خوب نبود دمی چند روز و حالا خوب است شکر خدا که آمده در برنامه. خب شکر که خوب است. یک کم ما را هم چنان روحیه میته و کم آزار هم میته. خودت آزار میته و من روحیه میته بدون شک. و حالا من دکمه را فشار میتم. بسم الله گفته خدا کنه که این هموطن نازنین ما پیام ارسال کرده باشه و برندگی موتورسایکل 0 کیلومتر شه. بله فعلا هم میبینیم کدام عدد انتخاب میشه و شما هم میتونید پیام ارسال کنید با صفحه پیام موبایلتون رفته 1 به 490 ارسال کنید. هر پیام شما 30 افغانی ازینه داره. و مجید جان هم تو خواب بردا نمیفهم دلیلش چیه، حتما نا وقت شب از دیگه تاثیربردار رئیس ما هستن مجید جان. کدام عدد انتخاب شد کرشمه؟ فعلا عدد 7 که انتخاب شد و عدد بعدی رو میبینیم. دکمه را فشار میتیم که شماره موبایل ای هموطن نازنین ما اگر پیام ارسال کرده باشن که تکمیل شود بخیر و برنده موتورسایکل 0 کیلومتر شود. ما بار بار ذکر میکنیم که برین به صفحه پیام موبایلتان 1 بکنیم و 499 ارسال بکنیم تا برنده جوایز گوناگون نمبر طلایی شوید. بله و فعلا هم میبینیم عدد جفت انتخاب شده و به این ترتیب یک عددی که از ماشین انتخاب میشه بیرون میایم میبینیم که یک شمار تکمیل سازها اینا پیام ارسال کردن یا خیر. فعلا عدد 4 که انتخاب شد اینو هم میگذاریم. فقط 4 عدد دیگه باقی است که شماره را تکمیل بسازه و ما هم تماشا میکنیم به ماشین. اما متاسفانه ما در این هفته کرشمه جان پیام ارسال نکردیم. اگر دلیل. در هفته کوشش میکردم که پیام دو سه دانه پیام ارسال بکنم تا برنده حداقل این موتورسایکل شوم که می رفت آمد یک ذره برای ما آسان شد، چون رابندی زیاد است کرشمه. ساعت ها در رابندی آدم انتظار می کشه. نه چی باید از آنتون شد؟ موتورسایکل موتر خدا رو موتورسایکل چی میکنین در یوه سرد؟ بخاطر رابندی گفتم کرشمه، بخاطر رابندی خیر رابندی بود یک درایور رو بانی نمویدن باز خودتان پایین شایم پیاده بیاین. فعلا هم عدد 7 انتخاب شد. بله و عدد 7 انتخاب شد و ما کوشش نهایی خودم میکنیم که هموطنان نازنین ما پیام ارسال بکنن تا جایزای گوناگون و بزرگترین جایزایی که در برنامه نمبر طلایی است از آن خود بسازند، مثل 1 میلیون افغانی، مثل 1 باب آپارتمان و همچنان موتورسایکل که کرشمه جان گفت که به درد من هم میخورد. بعد با دلیل شما میگم چرا. فعلا عدد 1 انتخاب شد و قسمی که من دوبار گفتم هوای سرد، چون آیستا آیستا دیگه به زمستان هم نزدیک میشیم، یعنی خزان است و در خزان دیگه دو روز باران همچنان است و نمیدونم که حال بیرون باران است یا نیست، ولی اون روز باران بود دیگه ارزم هستم. هوای خیلی خوشایند بود چون آیستا آیستا به زمستان هم نزدیک میشیم دیگه، از همیال میخواییم یادآور شدیم که زمستان زمستان تا همه فهمیم که بله زمستان هم نزدیک. چقدر خوشایند شده کرشمه جان؟ خیلی خوشایند شده. خیلی خوشایند است. چطور رفته بودیم امروز جای چکر؟ نه خیر در خانه بودم. در عدد 3 انتخاب. بهترین آب و هوا هست. همدرای نازنینم شما هم میتونین که برای این از این آب و هوا لذت ببرید. خودتان بیرون رفته بوده؟ نه خیر از این صبح که در خانه بودم. بله باز من میپرسیدم با کی رفته بوده؟ بله. اما نرفتیم کرشمه جان. دلتان گوار. خب اینکه شما نرفتین ما هم نپرسیدم. خب بله و فعلا خب ما یک بار شماره را به خانش بگیرم 0781 747 و 13 آخرین عدد ببینیم که عدد چندم است
کرشمه جان عدد هشتم انتخاب شد. عدد هشتم و شماره هم تکمیل شد. بله و شماره هم همین جان به شما به خانش گرفت. آله هم میریم سراغ نمایه با هم یک جا تماشا میکنیم. از تاریخ سیستم چک میشه آیا میبینیم که یکی از آنوطران اسم ما موترسکل برنده میشن یا خیر. میبینیم با هم یک جا نمایه را. فعلا هم منتظر ازی هستیم تا از طریق سیستم چک شوا و بعدا معلوم شوا که اینا پیام ارسال کردن یا خیر. پیام ارسال کرده باشن یک موترسیکل از آنشان میشه و اگر نه یک موترسیکل از دست میتن. از دست میتن دیگه. بله. پس این حاله از که ما را بیننده هستن برن به صفحه پیام موبایل خود چند نوشتا کنن کرشمه؟ یک نوشتا کنن به 490 رو ارسال کنن. هر پیامشون 30 افغانی هست نداره و در بدل 30 افغانی میتونن که 30 افغانی کم از جیب خود خرچه بکنن به خاطر بله. برنامه نمبر طلایی تا که جایزه برنامه گناه نمبر طلایی نه به خاطر خودشان که برنده میشن. بله جایزه گوناگون از آن خود بسازن. اگه خرچه نکنین دیگه جایزه گرفتن هم کار ساده نیست دیگه. میگه طبعا که 30 افغانی از این خیلی زیاد نیست اما در بدلش موتورسیکل یا هم جوایز مختلف که یک با آپارتمان است بس. 1,000,000 موتر صفر کیلومتر موتورسیکل جوایز مختلف دیگه است میتونین از آن خود بسازین. پس پیام ارسال کنین و فعلا هم و حالا ببینیم که هموطنم پیام ارسال کردن یا نکردن. متاسفانه که ارسال نکردن. بله پیام ارسال نکردن نتوانستن برنده باشن و بازم اون گپ همیشگی ما ای کاش که ارسال میکردین. دور بکنین امی ای کاشه. بریم یک وقفه پس دوباره برمیگردیم. خب بازم خوش آمدین هموطنان نازنین. از اون کمی لحظه بیننده ما هستن و با ما پیوستن یک سلام برشان تقدیم میکنیم و حالا قرعه کشی داریم به می سیت طلای بسیار مقبول و زیبا و قشنگ و بخصوص که دختر خانما خیر دوز داره. همچنان خانما آقایان مجبور باید خریداری بکنه ببره بر خانه. اینا را کسایی که بیننده ما هست دختر خانمایی که بیننده ما هست شما هم پیام ارسال بکنین که این سیت طلا را از آن خود بسازین و همچنان سیت طلای بسیار مقبول و زیبای قشنگ کنجا همچنان هست شما میتونین پیام ارسال بکنین و این دو سیت طلا را دختر خانما از آن خود بسازه. و حالا این مهم نیست که تنها دختر خانما از آن خود بسازن اگه قاین هم از آن خود بسازن دوباره پس به اون دختر خانم یا به مادر جان یا به خانم چون یا به همسرشون یا به خواهرشون به یکی نه یکی تحفه میتن دیگه همین جا بدون شک که تحفه میتن. اما ما خواستم که دختر خانم ما رو تشویق بکنم پیام ارسال کنم. همیشه هم تشویق کنی همین جا فعلا هم میریم میبینیم نمره رو با هم یک جا همین سی طلای خیلی زیبا از آن کدام هموطن ما میشه. خب فعلا اینجا دیگه جایی است که کاش ماش نیست نه دیگه اینجا برنده داریم که برنده ما خدا کنه که یک دختر خانم باشه که ما همراهشون هم بلی. کلام شویم و ببینیم که این هموطن ما از کجا پیام ارسال کردن و چند پیام ارسال کردن که برنده سیت طلای بسیار مقبول شدن. بله ما هم منتظر هستیم تا تماشا کنیم و در نمایه ببینیم که شماریشان هنگامی که از طریق سیستم چک میشه و در اینجا معلوم میشه بعدا بتونیم امرای اینا همکلام همچنان شاییم که اینا یک سیت طلای خیلی زیبا را از آن خود میسازن. قسم که همی جان گفت آرزومن سیم یکی از دختر خانما باشن اگر چی یکی از دختر خانما اگر هم باشن باز هم به نمایندگیشون یکی از آقایان میان و تسلیم میشن. ولی در کل پس همون سیت طلا انتقال داده میشه به همون خانم یا هم یک دختر خانم خیلی زیبا که خانم ها خیلی طرفدار زیاد طلا هستن. اگه مفلس باشه آقا مفروشی شود سرگذشت خدا خود هم بگیر. نه خیر ما روزه طلا نخریدیم. نخریدی؟ یک بار حالا برنامه تماشا میکنیم ببینیم برنامه میبینیم که میفهم که امی جان امرو شوخی میکنم یکان وقت زیاد آزار میتونم نگم همیشه موفق باشی امی جان واقعا کمکار خیلی ناز دوست داشتنی شما همچنان بدون شک هیچ کس در این مورد فکر غلط نکنه. بله بله در چی مورد و حالا میبینیم که این آمدن بسیار نازنین ما برنده شدن. دیدی برنده شدن ولی نگفتین که در چی مورد این رو برد نگم در این مورد 0798 272 712 شماره هموطن ماست که اگر خود یک مجری خیلی خوبستی پس ما هم کم از خود نیستم ولی اینجا باید جواب بچیم. بله بدون شک که چی بود نفیشن خود گفتی کدام موضوع
کدوم موضوع را حتما من میگم کدوم موضوع را من جدی گرفتیم. شما غلط فکر نکنین که من یک بار طلا چی را غلط باید فکر کنیم. خب یعنی گفتم غلط فکر نکنن که مثلا ما طلا نخریدیم، ما طلا خریدیم. بله دو بار خریدن دیگه نفراش معلوم دارد که یکی که خریدن. ولی هم میریم سراغ ای هم وطن ما که شمالیشان در نمایه معلوم شد اینا برنده هستن. سی طول از آنشون شد چون قبلا هم همینجان مرا گفتن که تماس هنگامی که صدای خودتشونید قطع شد. ولی میخوایم حال همینجان صحبت کنم بعدا باز من صحبت کنم. جالبی بود که کرشمه برای من گفت دو بار سی طلا خریدن، یک بار خریدیم با یک طلا دو بار خریدیم. من نگفتیم سی طلا دو بار خریدیم از برای خدا. سلام علیکم بگریم. سلام، وقت شما بخیر. اسم مبارکتان از کجا پیام ارسال کردین؟ تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. محمد طاهر هستم، بایدنگه شهر مزار شریف. این هفته دو پیام ارسال کرده بودم. بسیار خوب طاهر جان قن از شهر زیبای مزار شریف. بله لطف کردین دمی هفته دو پیام ارسال کردین یا هر هفته پیام ارسال میکردین؟ ها جوان ها هر هفته پیام ارسال میکنم، یه هفته دو پیام ارسال کردم. بله خب این سی دلار را که برنده شدی برای کی تحفه میدیم؟ از جا گفتم سی دلاری را که برنده شدی برای کی تحفه میدیم؟ در شماره مشنویم؟ بله بله مشنویم. گفتم سی دلاری را که برنده شدی برای کی تحفه میدیم؟ همین سی دلاری را که همین لحظه در دستم میبینی ای از آن خودت است عزیزم. تشکر جان، زنده باشین. سلامت. فعلا نماز خودتون نمشان. خب برادر عزیز ایره بگوین که در منظر کدام برنامه شبکه جهانی تلویزیون خورشید زیادتر بیننده هستین؟ درست چی درست خب. هست؟ من سوال پرسیدم برادر عزیز. خب خیر خب. تماس خیلی زیاد و اینا میمدن و به مو دلیل درست صدای ما رو نمیشونن، ولی آرزومند هستم که هفته آینده با ما باشن و صحبت های هم باشن داشته باشیم دیگه. دو بار طلا خریدن تو ببین مامی جان، یعنی بگذاری من دیگه یک بار طلا خریدن، یک بار از دو بار هنوز نشده. به مادر جان نخریدی؟ به مادر جانم تا حال نه نخریدیم. چون یک دفعه گفتی که خریدیم دیگه بله. برنامه گفتی چون او ما از خودش تقاضا کردن که بفروش بفروش بگذاریم. چون طلا خریده شده که یک بار دو بار ده بار اصلا مهم نیست، ولی خریده شده در کل دیگه مهمی بود. اما فعلا و جالبی است که اسیب جانم خریدنه دسته یک بار خریده چون عروسی کرده سیب جان با بچه هکش نام خدا نام بچه شنه میدارم اما نام خب بچه بسیار شیرین داره یوسف جان که اسیب جان و یوسف جان با هم میخوانن و اسیب جان هم پیام رسال کرده و روزو میکنم که یک روز برنده از این سیب تراشم و به خانم نازنین خود خب من این چرا اسیب جان رو دگیر دادی؟ خواستم همین قسم یک پیام برش باشه. خب ما همیشه دوست داریم با همکارا شوخی کنیم، ولی این میخوایم یک برنامه خیلی متفاوت نسبت از دیگه برنامه باشه این برنامه براتون و در ضمن از یک جایزه خیلی مختلف از آنتون میشین. میتون شوخی ما همینجان هم بعضی اوقات تحمل کنیم یا هم بیننده باشین. بله با آرزو میگیم که خسته نشن هم وطنان بله. ما ما دوست داریم که کم شوخی بکنیم، خصوصا ما و کرشمه به خاطر از این که امی برنامه تو سیاسی پیش نره و برنامه برای شما خسته کن تمام نشه. خیلی زیاد شاد بودن و لذت بردن از برنامه یک آهنگ خیلی خوب زیبا میبینیم و مشنویم. چون صحبت ها زیاد شد فعلا آهنگ، پس دعوت میکنیم جامین جان روی سیش تا با آهنگ خیلی زیبای خود سر و سیش بیان و با ما اجرا کنن. فعلا چقدر مقبول و زیبا و قشنگ، چی خوب از زندگانی به خوبی بگذرانی. اگر به خوبی هم بگذرانی مگذره، اگر به خوبی هم نگذرانین مگذره دیگه، در دو صورت ولی باید همیشه کوشش و تلاش کنیم که خیلی خوب و بهترتر از روزهای گذشته بگذرن و از هر لحظه زندگی لذت ببریم، نه اینکه افسوسی بخوریم که ای کاش ما کارهای خیلی خوب را انجام میدادم، ای کاش ما خوش می بودم که زندگیم این گونه ادر نمیرفت. ولی همیشه میتونیم که خوش باشیم و لبخند بر لب داشته باشیم تا زندگی را خیلی بهتر و با خوبی و خوشی سپری کنیم. بیدار شد چوب و خاموش و فعلا هم به خاطر یک موتر 0 کیلومتر 0 کیلومتر بیا یک به این طرف رامین جان و کد چهار رقمی را به نمایه تماشا میکنیم و بعدا قرعه کشی را انجام میدیم به خاطر یک موتر 0 کیلومتر که رامین جان همچنان موتر زیاد دوست دارن و گفتن که ما پیام ارسال کردیم به خاطر موتر 0 کیلومتر که اگر برنده شو. خب فعلا هم میبینیم
0782 و همین جان از همین ماشین فراکشی میشه و میخواییم که از این ماشین ما فراکشی را انجام بتیم. برو او طرف رامین جان و دکمه را فشار بده. من هم میخواییم که عددها را بگذارم. فعلا رامین جان بفرمایید دکمه را فشار بتین، میبینین کدام عدد انتخاب میشه. مایک تا میتونین بالای میکس میز بگذارین، مشکل نیست. مایک تا مر عزیزم، مایک تا تسلیم ما بکن. بین تو میبینین کدام عدد انتخاب میشه و حالا ببینیم که کدام عدد انتخاب میشه. و بر ما رامین میگه که در هنر موسیقی برای یک هنرمند بله چی چیز خیلی مهم است؟ شعر مهم است، کمپوز مهم است، و یا کسایی که برش موسیقی می نوازه اونا مهم است؟ خب صداش هم ماندیم، صداش چی خواهد مهم است؟ صدا برای هنرمند به نظر ما از همه چیز اولتر سوادش است. سواد اولتر از همه است. عدد ششم انتخاب شده؟ بتونه که شعر درک کنه، معنایش رو بفهمه، همو احساس که داره بتونه در قالب شعر خود پیاده کنه. و اومدیم سر ازی که گفتین سر استیج، یک آوازخوان یک هنرمند بدون نوازنده هیچ چیز نیست. و همیشه نوازنده هست که یک هنرمند میتونه خوب بخونه. یعنی در کل همه چیز مهم است. همه چیز مهم است، اما برای آوازخوان از همه چیز زیادتر سر یک استیجی که میخوای اجرا داشته باشه نوازندهش بسیار مهم تر است. واقعا کم خونی داشته باشم. هشتم همچنان انتخاب شد. خوبی به کسایی مهم است که دیگه لایف میخونه. بله آقای. نه به کسایی که پلی بک میخونه و اونا مهم نمیباشه. خوب فعلا هم. بله و باز هم رامین جان دکمه را فشار دادن. ببینیم که کدام عدد انتخاب میشه. دعا میکنه که امشب برندهش بخیر باشه. بله. و یه هموطن نازنین ما پیام رسال کرده باشن که برنده همینجا بودا به خود دعا کردن که برندهش من باشیم، یعنی از منتر سفر کیلومتر جان کرشمه جان نفهمیدیم رامین جان دیگه به خود دعا دارن که برنده منتر سفر کیلومتر من باشم در اینجا هستم دیگه. بله 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 تلاشم میکنم که چهار رقم اول نمبر ندارم نیستم خلاص یا پیش از پیش دلتان جمع بوده که از شما نیست به هر کسیم که برای من بسیار خوش میشم بدون شک باسم به شرط پیام رسال کرده باشن. ششم انتخاب شد. رامین جان دوباره دکمه را فشار بده ببینیم که کدام عدد انتخاب میشه. بله فعلا هم میبینیم کدام عدد انتخاب میشه و در کنار عدد رو میگذاریم و باز هم به شما یادآور میشیم که شما میتونین همیشه پیام ارسال کنید به صفحه پیام موبایلتون رفته 1999 ارسال کنید. هر پیام شما 30 افغانی هستی ندارن، در بدل 30 افغانی میتونین که بهترین جایزه برنامه نبرتلایی را از آن خود بسازین. خب فعلا هم میبینیم که کدام عدد انتخاب شده. باز هم عدد 6، باز هم عدد 6 هم انتخاب شده و دو عدد دیگه باقی مانده که شماره تکمیل شود. رامین خاطره جالبه ده از استیج بر ما قصه بکن که خودت در عروسی هم میری درست است؟ بله آدم افلاسه. از استیج بر ما قصه بکن که چی خاطره جالب از استیج عروسی ها داری؟ استیج خب سراسر خاطر است. یکی از خاطرهای داماد خود کدام خاطره نداری؟ اگر داشته باشم هم نمیگم دیاتون نیست یاد مستم میگم شاید مرا ببینن باز مرا گیر کنن خدای نخواسته در بیرون. خیلی جالب است. یه از خاطرام کرده بسیار جالب بود. خب باز هم دکمه رو فشار بدین. فقط یک عدد باقی است. قبلا در مورد نوازنده گفتیم نوازنده تمام رول عمده رو به یک آهنگ بازی میکنن، ولی که بعضی آوازخوانای ما داریم که دست خیلی بالایی در پلی بک خواندن دارن و یعنی پلی بک خیلی به موشیوی درست و زیباش اجرا میکنن. شاید بعضی کسان باشه وقتی انگاه بود در روی سیجمه فراموششان میشه بله همو شیر آهنگ یا جست سرکات یا بعضی اوقات کاملا برهم میخورم آهنگشان. اصلا متاسفانه گپ اینجاست که تکنولوژی هر قدر که پیش میره همه قدر که بردگه کارا فایده داره. سولت ها خیلی زیاد میشه. سولت ها زیاد میشه اما برای کار هنر تنبلی زیادتر ایجاد میکنه. عدد هفتم و حالا شماره تکمیل شد. ما یک بار به خانش میگیرم شماره را 0782 268 660 آخرش هم افت که آخرش پرودوسر برنامه آخر عددش افزود کرد ما به خاطر یک کمه خب فعلا ها
از طریق سیستم چک میشه. هر رقمی که خواندین بالاخره شماره رو به خانش گرفتین. همینجور مهم خواندن رو بود و تکمیل شدنش بود که شد. و نگفته نباید من تمام آوازخانهای خیلی موفق کشور ما تاج سر ما هستن. ای که در این اوزای هم در این وقتی که ما واقعا در افغانستان قصد آرامی نیست و شرایط خوب نیست با آوازخانه چی آوازخانه باشی هر کسی که در هنر هست برش خیلی ها مشکل است. طبعا که افتخار ما هستن که آواز میخوانند و صدا بلند میکنند و این با این خاطر است که همه یک چند لحظه خوش باشن. پس ما میبالیم همچون آوازخانه خیلی خوب داریم و به ما آهنگای خیلی زیبا را اجرا میکنند تا چند لحظه ما را شاد نگاه کنند. بدون شک که کرشمه جان دور از تمام تمام هنر موسیقی افغانستان زنده نگاه میکنن. با حالا برنامه تماشا میکنیم که آیا این هموطن نازنین ما پیام ارسال کردن یا نکردن که برنده موتورسایکل 0 کیلومتر موتور 0 کیلومتر موتور 0 کیلومتر موتورسایکل نه نکردن پیام ارسال بازم پیام ارسال نکردن. اگر اینا موتور گفتن یا موتورسایکل نکردن کرشمه جان شما دو قرعه‌کشی به خاطر موتورسایکل دادیم که یک قرعه‌کشی عمومی است و یک قرعه‌کشی خوش شانس به خاطر میخواییم یادوار شام در این چهار هفته یا پنج هفته که همی جان با من است واقعا که بهترین برنامه نمبر چلایی است که تقدیم شما میشه. بالاخره یک دو هم مسته که با هم میباشه واقعا برنامه را به مو قسمی که میخواین و دوزارن تقدیم هموطنان خود میکنن. دیگه من خیلی خوش هستم که همچنان خیلی نازنیم در کنار من است که اگر شوخی میکنم شوخی میکنم و اگر نه اگر چوب باشم از ما بتر چوب میباشن. من در ابتدا گفتم که کرشمه وقتی که نباشته برنامه یکم زبان با سرق پرق میکنه. هر کسی به یک همکار نیاز داره. خب ما هم میریم یک وقفه میگیریم پس دوباره زود میایم. هموطنان نازنین یک میلیون افغانی پول کم نیست. اگر میخواین که این یک میلیون افغانی از آن شما شود پس به صفحه پیام موبایلتان برین یک نوشته بکنین و 499 ارسال بکنین که به خواسته ها و آرزوهای دلتان برسین. ما هم قرعه کشی را انجام میتیم به خاطر اینمی یک میلیون افغانی. و حالا کد چهار رقمی را به نمایت تماشا میکنیم. حالا هم کد چهار رقمی رو با هم یکتا تماشا میکنیم در نمایه و میبینیم کدام هموطن نیست ما برنده میشن یا خیر. یک میلیون افغانی که پولی کم نیست همه دوست دارن که یک میلیون افغانی از آنشون شود. والی هم کد چهار رقمی رو ببینیم که کدام بله ببینیم که کدام کد از کدام شرکت مخابراتی بله جون 0794 بله. من به خاطر از این گفتم از کدام شرکت مخابراتی اما ما شرکت مخابراتی شه اجازه نداریم که بگوییم. پیام مهم است فعلا. خب فعلا بفرما رامین جان نفس جای خدا بدل کنیم خوب نیست؟ حتما چرا نه شما راحت باشید بله. اما مهم است ولی باید در ابتدا من کد مخابراتی کرشمه جان کد تکمیل میسازه و آرزو میکنیم که این هموطن نازنین ما پیام رسال کرده باشن که یک میلیون افغانی را از آن خود بکنن. یک میلیون افغانی پول کم نیست میتونه که زندگی شما را تغییر بده. پس بریم به صفحه پیام موبایلتون یک نوشته بکنیم به 499 ارسال بکنیم. ما بار بار ذکر میکنیم به خاطر ازی که شما بتونین پیام بسیار راحتی ارسال بکنین. بله فعلا هم اگر اجازه همین جان باشه دکمه رو فشار میتونم که برای شما اجازه است. سلامت والی هم دکمه را فشار دادیم میبینیم که عدد جفت انتخاب میشه یا هم عدد تا ولی مهم این است که باید شما را تکمیل شد و بعدا معلوم شد که آیا اینا پیام ارسال کردن یا خیر. شما هم میتونید از همین اکنون با صفحه پیام موبایلتون رفته یک نوشته به 499 ارسال کنید. هر پیام شما 30 افغانی از اینه داره و در بدل 30 افغانی میتونید که یک میلیون افغانی فعلا و یک میلیون افغانی خوراکشی میشه آیا برنده میشه کسی یا خیر. میبینیم کدام عدد انتخاب شد. خب یکم میشه نزدیکتر بیاین رامین جان تا شما را رامین در بگیرین مکتب در مکتب موسیقی نقال بودی نقل میکردی نه خیر نه از اینجا خب معلوم میشه خوب نقال هستی ابتدا مستقیم کشمه جان سعی میکنه باش کدام عدد بیرون میشه بعد از اون عدد میشه خود سیف بگره که عدد پایی نقل کردن یک جرات کار داره متاسفانه اون جرات من نداشتیم هیچ وقت هیچ وقت در نقلم گیر نامدی؟ نه نه اگر تصمیم وزیرم داشتم که نقل کنم
امی عطا چهرین تغییر میکنه باز خدا زیرشان که نقل گرینده و نقل دهنده هر دوش میکنه. من خو میگم امین کسی که نقل رو میکنه او همی اگه استعداد داره ولی که استعداد نباشه ایگه هم تو تایید میشه دو تا عدد تا خال برامونه میشه. خب انگاهی که حمید جان امتحانات پنجتون میباشه خیلی ها خوب نقل میگیره مصروف درس ها میباشه زیاد میخوانم جور میکنی می زیاد میخوانم یکم کارم هست سر کمره است مجید جان هم سنفیم هست که نام خدا جیبش از تاویزکا پر میباشه. یعنی کمک از این کم کم باز همکاری میکنه بخاطر از اینکه تاویزا زیاد میباشه باز یکان دانه تیر میکنه طرف ما. خیلی خوب. خب سه تا تاق برام تا فعلا گفتم بدون شک خوب شد یک عدد یک انتخاب شد باسم هم دکمه را فشار میتونیم میبینیم کدام عدد انتخاب میشه و شما هم میتونیم باسم هم یادوار میشم که از زمین اکنون موبایلتون رو بردون به صفحه پیام موبایلتون رفته یک نوشته و 490 ارسال کنید هر پیام شما 30 افغانی هستی نداره در بدل 30 افغانی چی یک میلیون باشه تو هم یک باب اپارتمان یک موتر 0 کیلومتر موتر سایکل یک سیترای بزرگ و همچنان کامپیوتر آیپد و موبایل که در خوره کشای عمومی است 30 جوایز و در بخش جایزه فوق العاده هم ویژه که ما 3 جایزه هر هفته برنده می داشته باشیم و عدد چندم است 8 است فکر کنم رامین جان عدد 8 عدد 8 رامین اگر خودت امشب قسمه گفتی پیام ارسال کردی بله اگه برنده یک میلیون افغانی شوی با یک میلیون افغانی چی میکنی؟ بسیار کاراست که باید امروز کنم مثلا اولین کاری چیست که باید به کارهای هنریم زیادتر رسیدگی کنم ویدیوهای ما زیاد بسازم. خب مشکلات زیاد است فکر نکنم یک میلیون هم کفایت کنه برای من. خب اینا بخیر می یک میلیون اول برنده شو یک کم مصرف کو در دو سه کلاب که مصرف کردی بخیر باز پس مصارف شه ان شاء الله میکشی حتما ان شاء الله. خب یکی دیگه باقی مانده بخیرم عدد 6 انتخاب شد و باز هم دکمه رو فشار میتیم میبینیم کنم بعد انتخاب میشه. رامین جان هفت آهنگ که داریم آهنگ آرام هم است یا بله. تمامش آهنگای شاد است؟ یکی از آهنگای مهرام است. کدام آهنگ تان است؟ شاید من آهنگ دنبال چی میگردی که از کمپوزای خانم مهستی است. یکمشو میشه سم سم کنیم؟ باشم سرسده یزی آرام شد بعد از بله این مزایمت داره بعد از آله هم میبینیم. خب یه آخرین عدد است که انتخاب شد و یک شماره رو تکمیل ساخت که با یک میلیون افغانی از طریق سیستم چک خواهد شد که آیا اینا برنده میشن یا خیر. عدد خب یام شش است. شش باز هم شش انتخاب شد. بفرمایید. خب زمزمه فرار دارین از زمزمه. دنبال چی میگردی او رفته از این شهر او رفته از اینجا بیهوده مکن کوشش که آن گم شده ما دیگر نمیشه پیدا از بس که تو آزردی دلش را گیریان دی چشمای خوشگلش را دنبال هوس میرفتی آخر نادیده گرفتی مشکلش را. خیلی زیبا. مگر اینجا اگر باشین پس میایید تشویش نکنین جای دیگه نمیرم. دنبال چی میگردی؟ دنبال شما را میگردیم که باش برنده میشن یا فعلا هم بفرمایید ببینیم در خب هدف شاعر میتونه هر چیز باشه. اگر من شاعر میبودم هدف هم همون چیز بود. بله رامین جان من اگر من شاعر میبودم باز میگفتم که دنبال چی میگردی؟ دنبال یک میلیون افغانی که چند کلپ از یک میلیون افغانی آماده میشه. به نظرم که پول هیچگاه انسان خوشبخت نمیشه. بدون شک بدون شک یک زندگی خوش آرام میتونه برای هم هم خاطر شوخی بکنیم. خب همیشه ما انسان ها هستیم که پول به دست میاریم. پول هیچ وقت ما رو به دست آورده نمیتونه. پس ما همیشه سعی تلاش به این میکنیم که آنقدر کمایی کنیم آنقدر سهولت زندگی داشته باشیم که راحت باشیم. نه اینکه ناراحت باشیم و اصلا خوش نباشیم ولی پول خیلی زیادی داشته باشیم. یه اصلا هیچ مهم نیست. ولی فعلا چقدر زیبا فرمودن؟ کرشما جان؟ نه گفتیم شما خیلی زیبا میفرمایید. امشب این تمام حرفایی که من میگم فقط همین طرف چهره خود میبینم یادم میاد کارکیش آنس میگیرم فعلا ها بدون شک و ببینیم که هموطن ما برنده هستن یا خیر. بله ببینیم پیام ارسال نکردن یک این افغانی را از دست دادن ولی در هر برنامه یا هر جایی که باشه به یک پارتنر یا هم به یک
همراه که خیلی خوب باشه، یک همکار خیلی نازنین که همیشه رو ببینی، روحیه بگیری، خیلی ها مهم است که واقعا من همین جانه که میبینم روحیه میگیرم و حرفایم هم زیادتر و بیشتر و خوبتر شده میره دیگه. انشالله خراب نبیشه. منه بسیار عالی فرمودین. چون که فردا روز معلم است، انشالله یک معلم خوب بشین. زیاد گفته. خب سپاسگزار میکنیم از رامین جان از این تشریف آوردن و واقعا خورکشای خیلی خوب داشتیم و آهنگای بسیار زیبا رو شما اجرا کردین، زمزمه های بسیار مقبول دیگه. انشالله همیشه موفق باشید. اگر کام پیام داری عزیزم بفرمایید. تشکر. باز هم جای داره که تشکری کنم از تمام دست اندرکارهای تلویزیون جهانی خورشید. واقعیت به بیننده ها معلوم نمیشه، اینجا ما میبینیم که چقدر در پشت صحنه همشان زحمت میکشن. تشکر از شما کوچک نوازی کردن. اما این برنامه زیبا و ابتکار نبه که من از تلویزیون شما دیدم. پیام چیزی ندارم، اما به تمام هموطنان ما میگم که زندگی یگان بار آدم چانس میده، بهتر از اون چانس استفاده کنین. باسی افغانی میشه که بسیار چیزای دیگر بدون شک واقعا گبه یکی از بزرگا هست که میگه چانس به مثل آب روان است، اگر گرفتی از آب چیزه خو میتونه که زندگی تا تغییر بده، اما اگر رفت از پیشت میره دیگه. پس دیگه همین که همین جان و نمو آقا یک کم شگرفت و بمو خاطر همونطور خیلی خوششانس و تو موفق است. فعلا هم یک وقت فیکوتا زود زود برگشتم ما. لحظه بسیار اساس رسید که امی لحظه بینده ای که برای ما پیام ارسال کردن، زحمت کشیدن، 30 افغانی را از جیب خود خرچه کردن سر برنامه اینم بر اطلاعی تا جوایز گوناگون از آن خود بسازن. ما هم برشان جوایز گوناگون در این برنامه داریم که برای اونها تقدیم بکنیم و حالا به خاطر از این موترسیکل یک خورکشی داریم. بله فعلا هم شماره ایشان در نمایه با هم یک جا تماشا میکنیم، میبینیم که هم وطن از ما کی هستن و شماره ایشان معلوم میشه، سریخ سیستم چک میشه، میبینیم با هم فعلا فعلا هم میبینیم که کدام هم وطن از ما برنده میشن و آله هم منتظر هستیم چون شماره سیستم چک میکنه شماره کدام شماره انتخاب میشه و امشب ماشاءالله همکارا خیلی سر حال هستن. بله بله همیشه آرزومند است اتاق فرمان بسیار زیاد سر حال است. بله نمیگذارن که گردانندگی بکنیم. ماشاءالله خیلی بله بله در اتاق فرمان واقعا که اشخاص هستن خیلی محترم، خیلی مؤدبانه صحبت میکنن. بدون شک ما الان میبینیم که یه هموطن نازنین ما کی هستن، از کجا پیام ارسال کردن و چند پیام ارسال کردن که برنده موتورسایکل 0 کیلومتر بله. شدن. واقعا که خوش شانس هستن واقعا. و موتورسایکل 0 کیلومتر هم یک جایزه بله اینا خوش شانس هستن و شرفی آینده با ما می باشن و در بدل 30 افغانی یک موتورسایکل که شما به دست میارین واقعا که جایزه خیلی بزرگ است و هم اگر آرزوی داشتن یک موتورسایکل است مثل همین جان که ای که چی بخواد به یارزو نرسیده دیگه انشالله خدا میره بانه است. اما میشه که آدم بخره، اما این قسم نه. که آدم جایزه بگیره این بسیار یک گپ بزرگ است و چقدر آدم خوششانس میباشه که میتونه یک موتورسایکل از زان خود بسازه. بله بله انشالله فیلن هم اینا برنده هستن یک موتورسایکل از زان خود ساختن و همین و من اینو بگم وقت تحت تاثیر کس قرار گرفتی؟ ولا هیچ وقت تحت تاثیر قرار نگرفتیم، اما بعض اوقات تحت تاثیر گپ های بسیار گپ های اسیب جان قرار میگیری. والی هم قرکشی با یک باب آپارتمان که بزرگترین جایزه برنامه نمبر طلایی است در آرزوی داشتنش هر آن کسی است که میخواد یک باب آپارتمان داشته باشه. پس هر شخص یا هم هر هموطن این سمان که در آرزوی داشتن یک با آپارتمان است حتما پیام ارسال میکنن دیگه. ما هم به صبرانه منتظر پیام هر یکی شما هستیم. یک امشب یک با آپارتمان برنده میداشته باشه یا خیر با هم یک جا تماشا میکنیم. عدد چهار رقمی را کد چهار رقمی را تماشا میکنیم، ببینیم که از کدام شرکت مخابراتی است و ما و کرشمه این قرعه‌کشی را انجام میتیم به خاطر یک باب آپارتمان و همچنان همکارایم کوش میکنه که تماس وصل بسازه با هموطن ما که برنده موتورسایکل بوده موتورسایکل 0 کیلومتر 0786 و قرعه‌کشی از کدام ماشین شده همین جان بیاک بریم ما نزدیک آپارتمان از
چونی دستی کلاس شما خودتان بفرمایید شما را رو بخانش بگیریم و من دکمه را فشار بدیم. خوب کرشما جان، خودت دکمه را فشار بدیم و من میخواهیم که شما را بخانش بگیرم. ابتدا باید من کود تکمیل بسازم و بعدا دیگه کره کشی را انجام بدیم. بله و فعلا هم کدوم خبرات و همون قسمت است کد مخابراتی رو تکمیل میسازم همینجان، بعدا باز دکمه رو فشار میدیم. اولی عدد که انتخاب میشه کدام عدد است میبینیم با هم یک جا. و قرعه کشی هم با یک باب آپارتمان است که در آرزوی داشتنش همه هستند. پس آرزویتان هم میتونین با واقعیت مبدل کنین در بدل 30 افغانی که شما پیام ارسال میکنین. حال هم تماس او هموطن عزیز ما وصل شده با ما که یک موتورسیکل از آن خود ساختن، همینجان همراهشان هم کلام میشن. سلام، شبتان بخیر، نامتان چی است و چند پیام ارسال کردین عزیزم که برنده موتورسیکل 0 کیلومتر شدین؟ بله بسیار خوب، یک بار دیگه همین نام زیبای تا بگو که اسم تنه گرفتن نتونستم. هارون. هارون جان قند، هر هفته پیام ارسال میکردی یا در این هفته یک پیام ارسال کردی و برنده شدی؟ نیم یک پیام روان کنیم آدم بیا که یک چانس هست امتحان کنیم روان نکرده بودیم. خب چرا که خسته به نظر میرسه این برادر عزیز؟ خواب بودین یا هم همونطور خسته هستین؟ بله؟ گفتم از خواب بیدار شدین یا خسته به نظر میرسین؟ خسته هستین؟ و واقعا کرشمه جان که این هموطن ما واقعا خوش شانس هستن با بلی. یک پیام هیچ وقت ارسال نکردن، یک پیام ارسال کردن و او هم برنده موتورسیکل 0 کیلومتر شده. دو عدد که انتخاب شد 5 و 2 بود. باز میتونن که همراه همکارای ما صحبت بکنن ان شاء الله. که من گفتم میتونستم خب میمون دیگه، من گفتم همین جا. خب بخواستم که همکاریت بکنم. بله همکاری خب بله بله بله. فعلا هم دو عدده که از ماشین انتخاب شده بود همین جان به شما گفت کدام دو عدد است و فعلا هم دکمه را فشار میتیم میبینیم از ماشین کدام عدد را انتخاب شوه. و کرشمه چقدر بله. شانس از این هموطن نازنین ما بالا بوده و چقدر شانس خوب داشتن که با یک پیام تونستن موتورسیکل 0 کیلومتر از آن خود بسازن. و هموطنان نازنین که امی لحظه صدای این هموطن ما را شنیدین، شما هم میتونین پیام ارسال بکنین به صفحه پیام موبایلتان 1999 بکنین با 499 ارسال بکنین که مطمئنا مثل از این هموطن ما برنده میشین. بله. شماره نوم. خب عدد نو که انتخاب شد و شما هم میتونید به صفحه پیام موبایلتون رفته 1999 و 499 ارسال کنید. هر پیام شما 30 افغانی ارزش نداره و در بدل 30 افغانی میتونید که جوایز مختلف از آن خود بسازید. و آرزومند هستم که همیشه و همیشه پیام ارسال کنید در برنامه خودتان تا بتونید برنده باشین. و فعلا هم قرعه‌کشی با یک باب آپارتمان است و عدد دوم انتخاب شده. فقط بله. دو عدد دیگه باقی مانده که شماره تکمیل شوه و این قرعه کشی هم به خاطر یک باب آپارتمان بزرگترین جایزه نمبر طلایی است. فعلا منتظر هستیم تا عددی که انتخاب میشه از ماشین رو تماشا کنیم و بگذاریم و بعدا یک عدد دیگه که باقی میمونه که شماره تکمیل بسازه کدام عدد خود بود نمیدونیم. فقط عدد ششم با فشار دادن دکمه معلوم میشه کدام عدد انتخاب میشه، آخرین عددی که شماره را تکمیل میسازه. اما باز هم یادآور میشیم که هنوز هم دیر نیست. کسانی که پیام ارسال نکردین و میخواهیم که جوایز مختلف برنامه نمبر طلایی را از آن خود بسازین با صفحه پیام موبایلتون رفته 1999 و 499 ارسال کنین. هر پیام شما 30 افغانی ارزش نداره. بله هم؟ بله. آخرین عدد که شماره را تکمیل ساخت عدد هشتم است و شماره تکمیل شد. و حالا به نمایه میبینیم که آیا این هموطن نازنین ما پیام ارسال کردن یا نکردن. بله میبینیم با هم یک جا. اگر اینا پیام ارسال کرده باشن یک باب آپارتمان از آن خود میسازن و اگر نه یک باب آپارتمان از دست میتن و همیشه افسوسی میخورن که ای کاش من پیام ارسال میکردم و میتوانستم که یک باب آپارتمان که واقعا بزرگترین جایزه برنامه نمبر طلایی است از آنشان خواهد شد. بله. پس ما هم بی صبرانه منتظر هستیم و هر شخص با آرزوی داشتن یک باب آپارتمان است و هم که شخصی از خودش باشه. پس هموطن نازنین پیام ارسال بکنین تا برنده
همی آپارتمان بسیار زیبا و مقبول شوین که در هفته های گذشته تصاویر آپارتمان همکارای نازنین ما برای شما نشر کردن و حتما که نشان دادن در همین مایه و به همه نشان دادیم و تماشا همچنان کردن که چیگونه یک آپارتمان است. پس شما هم همیشه پیام ارسال کنین تا بتونین یک آپارتمان از آن خود بسازین. فعلا شماره یک تکمیل بود از تاریخ سیستم چک شد، اینا پیام ارسال نکردن، نتوانستن یک باب آپارتمان هم از آن خود بسازن و در قرعه‌کشی عمومی باز هم ما هیچ برنده‌ای که نداشتیم. اما آرزومند از این هستیم که هفته آینده داشته باشیم یکی از برنده را و انشالله که منتظر هستیم تو همه ایتون پیام رسیم و حداقل امی ای کاش گفتن ما رو دیگه از بین بره و ما بگوییم که یک هموطن داشتیم که برنده موترسایکل شدن، موتر شدن، بله، یک باب آپارتمان شدن و همیشه هم وطنای ما به مخواسته های دل خود برسن انشالله. خب آرزومند هستیم که همیشه شما به خواست دلتان برسین. ای بود برنامه یفته و باز هم شما میتونین به صفحه پیام موبایلتان رفته یک نوشته و 499 ارسال کنین. هر پیام شما 30 افغانی اصلا داره و در بدل 30 افغانی میتونین که جوایز مختلف برنامه نمبر طلایی را از آن خود بسازید. تا سلام و فرصتی دوباره علایار مددگاری تمامی شما. باز هم میگم که معلم عزیز روزت مبارک، فردا روز معلم است. از این روز شاگردای بسیار نازنین به خوبی تقلیل بکنین، استقبال بکنین و معلمین عزیز را استقبال بکنین. اونا هستن که ما هستیم و در اینجا رسیدیم و شما هموطنان نازنین میتونین که پیام ارسال بکنین. به صفحه پیام موبایلتون برین، یک نوشته بکنین و 499 ارسال بکنین تا جوایز گوناگونی که در برنامه نمبر طلایی میبینین از آن خود بسازین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.